بچه ها سلام، ما برگشتیم با یک ویلاگ دیگه. امروز بچه ها سلام، ایشالله که خوب باشین. امروز برگشتیم با یه ویلاگ، شروع یه ویلاگ دیگه، ولی تفاوتش اینه که این ویلاگ با ویلاگای قبلی خیلی فرق داره. این ویلاگ اصلا سبکش، من اجازه میخوام که ایشون ادامه بده. آقا امروز ما میخوایم براتون ویلاگ از باب کشی سارا رو بگیریم. حالا داستان چیه؟ اونایی که منو دنبال میکنن که دیگه حتما میدونن من از دار دنیا یه دونه خواهر دارم، یعنی مثلا از بابت خواهر و برادر رو من فقط یه دونه خواهر دارم و برادر رو یعنی مثلا از این نظر نه که کلن. و ما تقریبا میتونم بگم بیشتر زندگیمون رو از هم جدا زندگی کردیم، نه فقط من و سارا، همه خانواده. و هر کدوم یه بار دنیا بودیم به هر حال توی مثلا 16-17 سال اخیر. الان اولین باریه در تاریخ، بعد از مثلا در تاریخ که نداریم مثلا توی همین 16-17 سال چیز گذشته که ما هممون توی یه شهر قرار زندگی کنیم و سارا توی 6-7 سال گذشته تو لس آنجلس زندگی میکرد داره موو میکنه توی شهر ما زندگی کنه دیگه از این به بعد، و ما خیلی خوشحالیم. حالا دیگه الان داریم میریم کلید خونش رو میخواد بگیره که میخوام از لحظه ورود شکوهمندانش به خونش فیلم بگیریم. و همچنین که خب امروز خونش خالیه، مثلا اتفاق خاصی نمیفته، فقط کلیدش رو داره میگیره. و چند روز دیگه هم که با هم میریم لس آنجلس هممون، بعد دیگه اسباب کشی میکنیم، وسایلش رو از خونش جمع میکنیم، از خونه لس آنجلسش رو اونجا رو تحویل میدیم و میایم اینجا پهن میکنیم. سارا خانم احساس تو به ما بگو. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که اومدم پیش بالاخره خانم. ای جان بسیار عالی. خوش اومدی به خونه خالت عزیز من. چه خوشحالم، همه خوشحال. اوه صاحب خونه اومد بالا رو ببینه چه خبره. با هر حساب خونم داره میاد ببینه چه خبره. به عنوان فندق هم داره تلاش میکنه بتونه ببینه میاد بار میتونه بیاد در رفت. خیلی خوب، بریم ببینیم نظر ببین بزنی این پله ما خوراک منه. نه آی 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 شما بالا ببینیم برای من بقلتش از این چیزا پس میذارم میشینم زیرم های واو گرفتاری. اینه اتاق خوده؟ دسترشون بردن چه دیوارای آنی پرش. یه بریم به نظرم از این چیه؟ اینم تلویزیون نه؟ من اون تلویزیون نه؟ باری کردی؟ میشینی تو تخت و میخوابی البته تو تخت همونه تلویزیون ببینی. میتونی بذاریش اینجا خوده یا حتی ببین به نظر من آینه قدیه رو بذار توی یکی از دیگه از اتاقا. اینجا آخه اینجا واکینگ کلوزت همه و باشه تو بخوای خودت نگاه کنی بشه فضا داشته باشی اینجا چون چیز نیست میاد. آخه مگه اتاق هم زیاد باشه. ای 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 چی شد خودش اومد بالا. آره واقعا؟ چی شد؟ فکر کنم یه پای چیزی رفت. شاید یعنی پای من رفت. نداره این من الان یه ذره استرس هم گرفته. بیا بیا آماده ای؟ بریم بودو بیا بودو بیدم بلدی برو دیگه فندو بودو بیا بودو بیا بودو بیا بودو بیا نه میاد چسبیده اینجا. بیا دیگه بودو بیا بریم رفتیم ما اگه نیای خدافظ. من رفت خودت میدونی دیگه خودت باید بیایی پندو خانی تو بچه ای چه اداهاییه بودو بیا آفرین باری کندا آفرین دیدی درد نداشت چه اداهایی بود تو در بردی بچه.
از آخرین باری که ما با شما صحبت کردیم و هر سه نفر ما رو توی قاب دیدین چند روز میگذره، شاید بیشتر از یه هفته. بیشتر از یک هفته میگذره و ما الان تو راه شما بله شما بگو داریم بیریم چی کار؟ بیریم وسایل سارا خانم رو بیاریم، ولی خب همیشه ساندویچ و لقمه مون هم راه دیگه. گفتیم چون کرونایی و خطرها رو وای نستیم جایی مثلا بخواهم غذا بخوریم و اینا. دیگه علی ساندویچ درست کرده، ساندویچ خالباز هایدا درست کرد دیگه. هایدای سرد، اصلا هایدا مزهش به سرد بودنش. به نظر من دوله این کمی واسه این اتوبان 5 به خاطر اینکه همه از اینجا که میخوام برن الی همین رو باید بگیرن برن دیگه، راه دیگه ای نداره. من یکی مثلا از اون راه طولانی ای پی سی اچ آدم بره، ولی من قشنگ میگم 4 تا لین الان مثلا خیلی اینجا ماشین هست. حالا این تیکه نی، ولی حالا میریم بهت نشون میدم. یه دفعه این راه اومده میخواد به ما که مثلا هزار بار این راه رفتیم اومدیم یه دفعه 7 سال پیش رفتم بذار برسی بعد این مملکت ما رو اینجا صاحب شو. اینجا خوشحالی میخواییم یه خونه من جمع کنیم، احساستون رو میشه بگیم. من اینقدر خوشحالم که بتونم یه کمکی باشم بخواهم. قربونت برم دنبال داماد نمونه. چی؟ داماد نمونه بین یه نفر داماد. من از نگاه بین دو نفرم نیست که تو بگی تو شوهر خواهره واقعا نمونه. مسابقاته مادی تو فامیل نطفه اول گرفتم از بین یه دومان تو فامیل ما دیگه، یعنی خانواده ما. آره دیگه فامیل خوده بوده. ماشینه چه نمیره کنار؟ مامانه با برام بر خوارون بگیر از روش جد شد خدا کشه چی ببین اگه الان اینجا لین اضافه داشت بهت گفتم الان این بیشور تو همون لین وایساده بود. اگه اینیه که من ببینم جلوش هم پره. ببین سه تا راه داره تا لس آنجلس، سه تا دو تا بیشتر شاید هم بیشتر نه، یکی از سنازه میدی. آها ماشینی داری میگی تو؟ ماشینی شما دریایی و هوایی؟ نه من داشتم هوایی رو حساب میکردم. یه دونه اتوبوسای هست خیلی باحال، اتوبوسه بعد متوس هر نفر یه صندلی نداره، هر نفر یه دونه مثل چیز داره، مثل داره. کپسول داره، کابین هم نیست، یه کپسولی که فقط میتونی توش بخوابی. بعد این شب را میفته 11 شب را 7 صبح 8 صبح اینا میرسه چون آروم هم میره. بعد تو میتونی شب با اونا بیای بگیری بخوابی صبح چشت وا کنی تو ال کپسول. نه خب گیرت نمیندازن که تو کپسول دستشویی هم این داره توی اتوبوسه که حتما وای میدم وای میسته. خب مثلا وسط را دیگه دستشویی رو دیگه قبل خواب مگه نمیدی دستشویی؟ اونم که 11 شب علی رو شب امروری داره تو خواب راه نمیره. نه میخونم بکرد چیز میخونم بکرد کپسول وا کنم راه برم برو کنار. حالا تکرار نمی کنم من چون این قضیه مثلا 5 ساعت قراره که اتفاق بیفته. هی من این نمیگم اگه بیاد این بار من جلویشو رد 4 تا لین بود نداره، عجله نداریم که به موقع یه بیایی بکش برو با 60 سرعت. نه ببین همین جوری قطاریه، من دارم صدق بکش به راستش یه لایی بکش برو. نه به خاطر اینکه من نمیگم چند تاست، این یه دونه که مشکلمون رو حل نمیکنه. یه ماشین اون جلوی ببینیم همون دیگه اون جلوی اگه میرفت کنار یه دونه نیسان آبی اینجا پیکاپ تراک نه سفید نیسان آبی بزن بغل نیسان سفید اینجا استثنا. وای چقدر علی تو چیز بالاست شیشه چقدر بود. بچا از این نعنا میخورید؟ نه من میشه گل ساندویچ هم بچاش بخورم. علی جان درست چرا انقدر تلو تلو میخوره؟ نکنه چیزی؟ پنچر هم لپنچر نیستی ملی به نظره؟ میلرزه؟ عجیب تلو تلو میخوره ماشین. نه مال باده هست بکنه همون باده خیلی باده شدیده، خیلی اینجا باده شدیده. من یادم نمیاد من میمدم من اینجوری نمیشونم حسی تکونه های هوا پیزاره. برای اینکه بارون میومد لابد باد نبود دیگه. ببین علی میخوای یه جواب سیم چک کنی؟ مطمئنم باده، ولی اگه دلت میخواد اگر نه تره که لاستیک
اینجا هم نمیشه استاپ. مامان یادته چی میگفت؟ وای علی علی اگه بدونی مامانم دفعه چی گفت. اول چیزای دیگه هم گفت. ببین داشتیم عوارضی رو رد میکردیم. تهران کرج؟ نه همینجا داشتیم عوارضی رو رد میکردیم. بعد چند تا چیز داره، مثلا سوراخ داره، گیشه داره، گیشه داره. بعضیش هست که بعد پولشو نقدی بدی، بعضیش هم هست که مثلا اتوماتیک میتونی هرچی بری. خب من گیر داده بودم که این ماشین فسترک داره، یعنی اون بیل بیلک رو داره که تو میتونی بری تو اون قسمت اتوماتیک واین هستی میری بعدا بیلشو میفرستم در خونه. مامانم گیر داده بود که نداره. با ماشین خودش؟ با ماشین خودش. بعد چیزه بعد من گفتم بابا میریم و اینا بدن مثلا اوکی و اینا. وای وای اینجوری میکرد، میگه بالا نگه بچی من از نخل میزه بگم بابا اگه رچی بد نداشته باشی از توی زمین از این سیخا هست که در میاد این راستی کنی که بابا مگه کارتلو دارم بیدش میگفتم میگو فعلا اینا در میاد برای چهار دلار پول تو سیخ بره تو جگرش از حلقش. ببین آیدیای مامان درست بود چون اونا داره، ولی برای برای مواد ولی در میاد که مثلا برای اینکه بخواد دنده عقب اگه کسی گیشه رو بر گیشه رو برگردی با بالا بابا حالا اومده خواستی گیشه رو دقیقه برگردی کار داشتی دلیل نداره مثلا بخشه یارو سیخ میره وای خدا بود انقدر خندیدیم. ببین یعنی من که اصلا دیگه اصلا دستام رو فرمون میلرزید. خیلی با فیلم پابلو اسکوار رو دیدم یادم اون کارتل و اینا مواد و کولومبیا و اینا اینجوریه. بریم ببینیم این لاستیک ما داستان هست یا نه. حالا مگه من بلدم تو راننده همه کار تویی؟ طرف خانوم چه تیپی هم زده؟ یه عکس باید بگیریم کنار جاده به قرآن. خب اینا که درسته، اینا درست. بذار اینم ببینم، اینم که درسته دیگه، درسته طرف خانوم؟ خیلی خب بخوای شیشه رو تمیز کنیم، بخوای فیلم بگیری الان وقت من میکشم پایین یکم دیگه شیشه رو من دیگه. اینم درسته، نه ماشین درسته صدف. آبی چیزی نمیخوای آدم سی آبی. خب بزن بریم، بزن بریم که دیر شد. من چی کار کردم؟ من ادامه بده. من چه حرکتی کردم؟ این تونده اینجوری بکش رو اونا اینا من میکنم پیاده بعد. نه خدای نکنه من چی کشیدم رو تو؟ اون یارو چیز کرد. اون دیوونه. چرا اینجوری میکنه؟ اصلا کاری نکرده بابا بدبخت حالا. البته الان دیگه عقب وایسا. این کسی که پشت ما الان داره میاد جلوی من بود. توی یه برهه ای از زمان مثلا یه ساعت تیز جلوی من بود. خیلی با خوبی خوشی میرفتیم، نمیدونم چی شد. من خودم مثلا چیز دقت نکردم، فکر کنم خودش رفت تو لین راست یه خط رفت اون ورتر، من مثلا رفتم اینا. بعد یهو دیدم یه نفر گله داره میاد و این عقده یا من رفت جلوی من مثلا خیلی شاید شد. من شما بگم اگر که اینجا چهار تا هیچ کدوم از این مشکل هیچ نمیومد خب حالا بذار بگم. بعد این اومد جلوی ما، ما هم گفتیم خب حالا بیا برو حالا مدال مال تو. بعد این دور یه نیم ساعتی هم به این منوال گذشت تا اینکه الان من دیدم دیگه داره میره رو اعصاب. اومدم ازش سبقت گرفتم، عقده بازی اومد چسبون پشت من و اینا.
ولی از این حرکات زشتی که در شأن من بود احتمالا در شأن خودش بود هیچی. حالا علی میگه که اگه من این کارا رو کرده بودم داستان منم میگم من کاری نکردم. منو میفرستاد همجا تو جنگل ها اینجا شب و سر کنم تو جنگل. سوپر من نمیخواد برای یه پپسی بگیرم. پپسی بگیری با ساندویچت بخوری از سنه باشی. Thank you. رایبر عزیز شاگرد شماره یک بیاد. میخوای پپسی بگیرم برای؟ پپسی نه ای نه چی شد میخوای بنظام آشقال اینجا چی بگیرم. سارا نویگیتور نقش خونه. او رفت بیا تا جلو بشم میخوام بخوابم. بیا من میخوام بخوابم. من فقط یه کم صندلی میدم آقا. خب آقا ساندویچ منو بدین. همونجاست. ساندویچ منو. اینجا یعنی دقیقا کجا؟ من فکر کنم اشتباهی دو تو خوردم. همینجا بدیم. همین نقدر تون کشید. صدام در نمی اومد که بیاد دیگه سویچ کنه راننده رو. بیشه خراب نشده علی؟ من میخوردم ولی اگر فکر هیچیش نشده بابا. من میخوردم اگر خراب شده باشه یه نیروی کمکیتون سوخت میشه. آقا نه خب الان مردون اونجا که ده باکس میگیریم. میخوای؟ نه میخوای وندیز میگیریم. من اونو میخورم ولی اگر فکر میکنی که من اون بگیریم که میدونی من با تو آروم میرم. آقا کی باورش میشه بالاخره رسیدیم. ساعت چنده؟ ساعت چنده دوستان عزیز؟ 11:30. سارا چراغ اتاقت روشنه ها؟ چراغ خونه؟ نکنه یه سری اومده مستقر شدن در بزن قبلش اومدن موبین کردن. جدی چرا خودت روشن گذاشته بودی؟ نه نه چیه؟ نه من نداشتم روشنه بزن نگو کن. یا خدا علی باقا چه در بازه؟ باقا هم بازه؟ پایینش در بزن در بزن نه بابا خوبه نه خوبه یکی خواهد نه بابا خوبه یا علی یا علی چه با گنده میام چیزی خراب شده وای خدایا بودو بودو منی که بونه میفهمم چیه چی شده از آشپزخونه نیست هست؟ اون غذاه چی اونجا؟ کو؟ اون طرفه چرا اینجاست؟ آشغال نداری؟ نه پنجره رو نگاه کنی میده هیچی عوض شده یعنی چی؟ مثلا من وقتی داشتم میومدم سان فرانسیسکو اینو از برق کشیدم مطمئنی؟ چی رو از برق کشیدی؟ اینو این به این تلفن و مودم و اینا وصله و کشیدم مطمئنی؟ مطمئنم و چراغم خاموش کرده بودی؟ من چراغم خاموش کرده بودی خب چی داشتی؟ باشو ببین چیزایی که مثلا فکر میکنی هست در جاش؟ آخه نشونه ای از چیزی نیست ولی این آخه چرا چرا یکی باید بیاد مثلا اونو بزنی برق؟ تنها کسی که اومده تو خونه پراپرتی منیجره بوده که بیاد اینسپکت کنه چون من گفتم من وقت ندارم دیگه شما الان بیاد خب چرا زده به برق ببینه پریز کار میکنه یا نه؟ بعید نیست
کار نکنه، اینجا جزء اینسپکشن من نیست. خب شاید مثلا زدی پریزو خراب کردی، پولش ازت بگیره. آخه به چیز دوزی نمیخوره، یارو بیاد میتره کن میگیتنه همه چی تو میگرده. من خیلی عجیبه چون من اصلا اومدم اینجا که این پریزو بزنم که مودم روشن شه اینترنت داشته باشه، بدیدم این برقه. اگه مطمئنی که همون بپرس ازشون میتونی فردا زنگ بزنی بپرسی بگی مثلا شما میان چیکار میکنی، پریزارم چک میکنیم، به خاطر اینکه بعضی چیزا که من مطمئن بودم از برق کشیدم به برق بوده، میخواستم ببینم شما زدی یا ما بریم بگردیم دنبال دو. منشأ بو هم معلوم شد، گفتم بهت چی بود بکنم. این توالت فرنگی رو وقتی مثلا خیلی وقت سیفون نمیزنی انگار آبی که توشه میره بعد بو میاد ازش. آبه راکت بو میگیره دیگه. نه بو. اصلا آب نبود توش. خوش میاد. کنم وقتی خوش میشه بو از تو میاد. یارو اومده اینو چک کرده مثلا پیریزه و وقت توال فرنگی رو چک نکرده ببینه آب داره میاد یا نمیاد. خب چه میدونی که اومده؟ 10 روز پیش. 10 روز توال فرنگی خوش میشه. نه پا. پس چی نداشته لابوت؟ دفاعات ها رو پیگیر شو بریم کجاست؟ بالاخره گیریم ما همه چی رو باید توی این خونه ببریم، اگه توی این خونه باشه پیدا میشه. آره نه حالا اون نباشه هم زنگ میزنیم سرشون. صدف خچن شد کیلی زاپاس هم هست. کیلی زاپاس وقتی ماشین اینجا نیست بشه دارم. شاید من دارم مثلا فکر میکنم که یه جایی بیا بابا بیا. ما یه مشکلی الان داریم، میخوایم یعنی هر کسی به هر حال میخواد بره دستشویی و توی بره زمانی اینجا به اندازه کافی بو میاد، واسه همین ما الان داشتیم فکر کردیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم تا سارا مثل سوپرمن وارد شد. حلال مشکلات دست منه. خب بگو چیه؟ پوپری اسمشه. پوپری چیه؟ اینه بده پیپیری. پیپیری نه پوپری. این یه دونه اسپریه که شما گلاب برتون قبل از اینکه کارتون رو شروع کنین میزنین توی آب. بگم چی کار میکنه؟ بو رو عوض میکنه. این یه لایه روی آب میذاره، یه حاله یه لایه سنگین. آره آه. که بو نمیاد از توی آب بیرون. جلال خود بلاک میکنه. آره سبک. آها بعد همین دیگه. بعد من یه سوالی برام پیش اومد که مثلا من خودم نمیگم، مثلا کسایی هستن که یه بار که میرن دستشویی 30 دفعه سیفون میزنن در مراحل مختلف، اونا یعنی بعد هی پاشن اینو دوباره بزنن دوباره بشینن؟ نه دیگه اونا بعد از این یکی استفاده میکنن. نیروی هوایی چه بجهتم از تنگا بوگندویی؟ نه مهمونا میان میگم یعنی مثلا گرم ندانم نیروی هوایی و نیروی دریایی داریم با اینجا. نیروی آب. خب حالا علی میخواد اول اگه دیگه نشد که نشد دوستان شم روشن میکنیم دیگه اسید بد خورده باشی دوستان. البته من که واقعا گل میرینی به باغ گل میرینم. اگر اون هم نشد که دیگه اینو میتونه بسه دیگه. خوبه دیگه به در و دیوار. البته یه خاطره دارم حالا بعدم برات تشویق ببر این جفتتون بیرون. اون میخواد بره گفت 30 ثانیه میخواد بره 30 ثانیه بیشتر نشد بره دیگه کسی نمیتونه بره.